سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما اینجا طبق روال هر هفته روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم آلوچه خشک یا همون گوجه سبز خشک رو آموزش بدم، منتها به سبک سنتی تبریزی. پس بزنیم بریم برای تهیه این خوشمزم. خب ابتدای کار ما میوه ها رو میشوریم و آبکشش میکنیم و آماده است برای تهیه. سعی کنید از آلوچه هایی استفاده کنید که تقریبا سفت باشن و آلوچه هایی که نرم باشن اصلا به درد خشک کردن نمیخوره، چون وا میره و شکل ظاهری جالبی نخواهد داشت. خب الان آبمون رو میذاریم که به جوش بیاد. همین که به جوش اومد ما آلوچه هامون رو بهش اضافه میکنیم. بعد اینکه همه میوه ها رو ریختیم ما اجازه میدیم چند دقیقه روی شعله گاز بمونه. اصلا نیازی نیست که به جوش بیاد، چون اون موقع میوه هامون خراب میشه. در حد حدوداً 3 دقیقه کافیه. فقط همین که گرما بهش بزنه و پوست میوه ها رو الان بهتون نشون میدم که به چه شکلی در میاد. بعد 3 دقیقه ما آبکشش میکنیم. خب در این اثنا من یک پارچه تمیز رو روی یک سینی پهن کردم و آمادش کردم برای اینکه بعد اینکه میوه رو آبکش کردیم روی این پارچه بچینیم. خب ببینید میوه هامون رو من تمام مدت دارم فیلم برداری میکنم تا شما ببینید که میوه ها به چه شکلی در میان. خب الان حدودا 3 دقیقه گذشته و همطور که میبینید آماده است برای آبکشی. من اینا رو با آب ولرم آبکشی کردم و شما پوست میوه ها رو میبینید در چه شکلی هستن. در همین حالت ایدال هستش برای اینکه بچینیم روی ظرفمون. برای اینکه آلوچه خشکای خیلی با کیفیت‌تری داشته باشیم ما از پارچه استفاده میکنیم و مستقیم روی ظرف نمیچینیم. همین کار خیلی کمک میکنه به کیفیت خوبش. حالا همه آلوچه ها رو من چیدم و میذارم روی نور آفتاب به مدت 3 الی 4 روز. آفتاب شدید میتونه اینها رو خیلی خوب به عمل بیاره. بچه ها هر 3-4 ساعت یک بار لازمه که اینها رو زیرو رو بکنید، جابجاشون بکنید تا همه قسمت‌هاش به یک اندازه خشک بشه. حدود 3 الی 4 روز طول میکشه که کاملا خشک بشن اینها و به حد ایدال برسن. البته بستگی به نور آفتاب هم داره. خب بعد 3-4 روز بله آماده است. بسیار خوشمزه و خوش‌طعم، واقعا طعم خیلی فوق‌العاده‌ای داره. شما میتونید همینطور مصرف کنید یا اینکه داخل غذاهای سنتی مثل کوفته تبریزی و سایر غذاهای سنتیمون استفاده کنید. طعم فوق‌العاده‌ای به این غذاها مخصوصا غذاهای گوشتی میده. دوستای عزیزم امیدوارم این آلوچه خشکای بسیار خوشمزه رو تهیه کنید، همراه خانواده‌تون در کنار غذاهای بسیار لذیذتون سروش کنید. دوستای عزیزم اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.